یه حدیثایی هم برای خودشون میارن، آدم باید شاد باشه، آدم باید برقصه، عروسی فلانه. بفرمایید، کسی گفته تو عروسی کسی کتک بخوره؟ اگه عروسیه باید کسی کتک بخوره؟ باور بکنه اگه عقده دیرینی دیگه دارن تو عروسی که شد مست میکنن که عقدهشون رو خالی بکنن. دعوای جای دیگه شده منتظرن که عروسی بشه مست بکنن. منطقه شما نمیفهم ولی بندر عباس اینطوریه. عروسی مال کسی دیگه است و چون روشو نمیشه روز مشروب بخورن، عروسی که شب میشه خیلی جاها الان تو روستاهای اطراف بندر عباس به خاطر که تو عروسی ها شب مست میکردن همدیگر رو میکشتن میزدن، الان عروسی قرار دادن بزرگان قوم دیدن که هیچ راهی دیگه نداره، وارد قضیه شدن، آمدن عروسی رو از بعد از نماز عصر تا نماز مغرب تمام، اصل کسی روش نمیشه، همه دیگه شب بزرگترا همه خوابن، فقط جوانا میان تو عروسی، جوانا و زنها. عروسی الان عصر تا مغرب تمام شد. گفتم چطوریه؟ گفت خیلی پایین آمده جرم و جنایت، خیلی دعوا کم شده به خاطر که عصر تا مغرب تمام شد. ما دشمن خوشی شما نیستیم، ما با منطق شما صحبت میکنیم. اگه اهل منطق و اهل تفکر هستید خب بعد از این که من از اینجا رفتم میتونید بگید، برای خودش گفت بی خود کرد بابا، این هم میتونید بگید. نماز جمعه هم نیست که کسی مجبور باشه بنشینه، اما نفر دوم که خدا ازش حمایت میکنه و گفته بر من واجب نصرتش بکنم و اگر فقیر باشه از فضل خودم اونو غنی میکنم، تازه داماده. نفر دوم میدونه کیه؟ تازه داماد، کسی که به خاطر حفظ عفتش به ازدواج پناه ببره. پناه بردن به ازدواج یعنی پناه بردن به خدا. میتونه زنا بکنه، میتونه آلوده به فحشا بشه، هی به خودش فشار میاره، میره پیش عالمی سوال میکنه، میگه شهوت بر من فشار میاره، مهریم سنگینه، خرج و مخارج عروسی هم سنگینه، چه کار کنم؟ میگه پنجشنبه دوشنبه روزه بگیر. حدیثه، تا کی باید روزه بگیره؟ باید یه فکری براش کرد. بزرگترا آستین بالا بزنن. دوست نداری جوانانتون عفیف باشه؟ من اگر امروز پول دادم پسر همسایم چند سال مسکین میخواد داماد بشه نمیتونه، اگر من پول دادم که این پسر همسایه من به عفت برسه، دختر من در امانه، دختر خودمو پول دادم میدم به پسر همسایه که داماد بشه، به دختر همسایه که عروس بشه، به خاطر که من همسایه اینم، اگر این جوان نتونه داماد بشه و بره دنبال بی عفتی، بچه های من در خطرن، اون تبدیل به گرگ میشه. ناکن چقدر کمک میکنیم به هم؟ یعنی در حقیقت وقتی تو میای 1 میلیون یا 500 هزار تومن به پسر همسایه میدی که داماد بشه و علاقه داره که داماد بشه ازدواج بکنه، در حقیقت به دختر و پسر خودت امنیت دادی، عفت دادی، سلامتی دادی. ولی خیلی ها اینطوری فکر نمیکنن، من خودم زحمت بکشم پول بدم به پسر فلانی که داماد بشه. مشکل ما تو همینه. اگر بچه همسایت یتیم ضعیف استعداد داره پول بهش بدی برای دانشگاه، تو افتخار نمی کنی که بچه همسایت دکتر و مهندسه؟ یعنی تو همسایه یک دکتر و مهندسید. آدم همسایه یک جاهل باشه یا همسایه یک دکتر و مهندس باشه، بعدم چه دکتر و مهندسی؟ کسی که خودت اونو تربیت کردی با امکاناتی که خدا به داده اونو دکتر و مهندس کردی، لذت نمی بری؟ یه نفر عالمه، معلمه، کلاس درس میره، بچه ها رو علم یاد میده، ولی این نفر عالم نیست، تاجره. همون کاری که معلم میکنه تاجر هم میتونه انجام بده. خداوند گفته اگر کسی بخواد به ازدواج پناه ببره، یعنی به من پناه ببره، اگر فقیر باشه من از فضل خودم اونو غنی میکنم. بر بگردیم به تازه دامادمون رحم بکنیم، واقعا اینا مستجاب و دعا هستن. خدا گفته اگر کسی بخواد زن بگیره من ازش حمایت بکنم، حمایت میکنم، بر من واجبه. به این حدیث توجه بکنید، یعنی کسی که پناه به خدا آورده، ازدواج یعنی پناه به خدا آوردن. دید من و تو نسبت به زن چیه؟
بعضی مردا فکر میکنن که زنها کنیزشونن، باید 24 ساعت تو آشپزخونه و تو حمام لباسشون بشورن، لباسو تو بکنن، جارو بزنن، فلان بکنن و غذا بپزن و پوست سیب زمینی و پیاز بزنن و لباس مرد رو تو بکنن یا دستشویی بشورن. معذرت میخوام، زن میدونه چه جایگاهی داره. زن آمده که مرد و مانع بشه که زنا نکنه. یعنی زن آمده تو زندگی مرد که به مرد کمک بکنه که مرد عفتش مصادره نشه. بزرگترین کمک زن آدم به مردش میکنه و بزرگترین کمک مرد به زنش میکنه. همطوری که زن کمک میکنه که مردش آلوده نشه، زنا نکنه، مردم کمک به همسرش میکنه. یک نکته اینجا باید بزرگترها توجه بکنن. باید زن رو به پسرتون تحمیل نکنید. خیلی ها زن گرفتن ولی دنبال فساد هم هستن. چرا؟ به خاطر که زن به خاطر باباش گرفته، زن به خاطر مادرش گرفته، گفته اگر حتما با دختر خالت ازدواج نکردیش گیرم برای درام. خب من نمیخوام، دختر خالم دختر خوبیه ولی دل من نمیخواد. من یه دختر خوبی دیگه که دختر همسایه است میخوام، یه کمی دورتره. اما اگر پسرت گفت که یا دخترت که دنبال یه لات بی سر بی پایی یا اصلا نه تقوایی نه آبرویی نه انسانیتی نه اسلامی نه هیچ، اون یه بحث جداگانه است. ولی اگر واقعا پسر و دخترت مرد و زن زندگیشون رو انتخاب کردن، هم خوبه، هم با تقواست، هم متوازه، هم سالمه، هم تحصیل کرده است، هم محجبه است، حالا به صرف این که دختر خالش نیست نباید مخالفت بکنی. نه، نباید از قوم خویش دور بری. تو بعضی مناطق دیگه میگن پاسالار رو نمیدونم رئیس و سید و این اکرمکم عند الله اتقاکم، اعتبار به تقواست. ولی دل دخترت و پسرت باید چه؟ بخواد اون مرد. اگر نخواد مثل غذایی است که اشتها نداره، به زور میخوای بخورونه بود. ازدواج لباس نیست که اینو بکنه بندازه بیرون. کسانی بودن که به زور بهشون دادن، بعد از 4 تا بچه از هم جدا شدن، دوباره به همون عشق اولشون برگشتن، بعد از 4 تا بچه بزرگ کردن. پس خواستنم یه قضیه است که اسلام بهش توجه داره، بی توجه نباشیم. پس دومین نفری که خداوند گفته ازش حمایت میکنم، جوانی است که رو به ازدواج می آورد. اینا مستجاب و دعا هستند، واقعا دنبال طهارت و پاکی هستند. ما باید کاری بکنیم که دوباره اون اعتبار جوانامون رو بر بگرده. میدونی کلمه مستجاب و دعا چقدر کلمه این فرهنگ اصیل اسلامی در عالم اسلامی است که امروز چیزی ازش نمانده. دید جامعه نسبت به تازه دابادا و تازه عروسا واقعا دید بدی شده. بر بگردیم به تاریخمون، بر بگردیم به اصلمون، به اصالتمون، به فرهنگمون که چقدر اصیله، چه دیدی داره واقعا و چه احترامی قائل برای جوانا. چرا جوانای ما مستجاب و دعا نباشن؟ چرا پاک نباشن؟ چرا مورد حمایت خدا واقع نشن؟ چرا سلام و درود ملائکه بر اونها نباشه؟ دست به دست هم بدین. این مراسم هیچ آفتی نداره. آفتش اینه که ما تشخیص ندادیم که این مراسم خوبه. اگر این منطقه بین خونش تا اینجا فیشور و این معلچه و این روستاها الحمدلله هم خیر دارن، میتونن عروسی های جمعی بزرگی تو مناطق مختلف هم برگزار بکنن، همه با هم هماهنگ فراخوان بزنن، هر سال 3 بار، هر 4 ماه عروسی جمعی از کل منطقه ثبت نام بکنن، باشکوه توی یک میدان وسیعی برگزار بشه، علمای منطقه دعوت بشن، مسئولین دعوت بشن. واقعا چیزه، چقدر الفت و محبت. یعنی توی این عروسی گلدار بین 42 طایفه الفت شد. 42 طایفه. اگر کسی با کسی مشکل داشت، اگر کسی حرفش شده بود با کسی، اگر کسی با هم پشت رو بودن، قهر کرده بودن رو سر مسائلی،
تو اونجا هم دیگه در کنار هم نشستن. 42 طایفه دست، و وقتی که این جمعیت راه باز شد، یک دامادی پیش همه حرکت میکرد یک نفر و 21 نفر دنبالش، توی همین جمع میامدن با عزت و احترام. بزرگان قوم همه دست داماداشون گرفته بودن، چقدر صفا داشت. انشالله قطعا شاید کوتاهی از ما بوده که بالاخره این فرهنگ رو انتقال ندادیم، ولی از این به بعد انشالله چه بزرگان این منطقه از علما گرفته تا شورا تا امام جمعه تا همه دست به دست هم بدن انشالله مراسم جمعی برگزار بکنه. اما سفر سوم که دیگه وجودی نداره، بنده است که دنبال آزادیشه و اگر بکنه سیدش بنده وجود نداره. بالاخره چه این دو مورد مد نظر باشه و بدونیم توسعه در یک جامعه همیشه به مغزهای توسعه یافته است. وقتی میخوان نمره بدن به یک روستایی، تحصیل کردگان و علما و خیرین و شخصیت‌های بزرگشون و مصلحان اجتماعیشون رو میشمارن، نه اینکه تعداد نفوسشون چقدره، چند تا خونه مجلل تو اون روستا هست. پس به شهری میگن شهر بزرگ، روستای بزرگ، که افراد بزرگ، مغزهای بزرگ، تفکرات و اندیشه های بزرگ، خیرین و مصلحان و عالمان بزرگ داشته باشن که برای جامعه اسلامی دارن تلاش میکنن. خب موفق و معید باشید. از داماد عزیز که جاسم صحراگرد باشه هم تشکر میکنیم که بالاخره چند بار تماس گرفتن و توفیق حاصل شد، آمدیم در خدمتشون. امشب تعهدی دادن که من به همه کسانی که میان تو عروسی من تعهد میدم که به سلامتی بیان، به سلامتی هم بر بگردن، هم آبروششون و حسناتشون و ایمانشون و اخلاقشون و دینشون و حیثیتشون همه حفظ بشه، با دست پرم بر بگردن. همه عزیزان، خواهر و برادری که تو این جمع شرکت کردن، هر کسی که بانی این جلسه شده، شما عزیزانی که تشریف آوردید، این جمع با شما برگزار شد، همه و همه گروه سرود و همه عزیزان، همه در تمامی امورات زندگیتون خاتمه به خیر و سربلند باشید. بگید آمین. خدایا چنین کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.